با سلام دوباره. به این دلیل که ما نمیتونیم کلیپ های بیشتر از 10 دقیقه روی یوتیوب داشته باشیم، مجبور شدم قسمت هایی رو که توضیح داده شده تو درس اول رو کات کنم و دوباره از درس دوم شروع کنم. و از این بابت عذرخواهی میکنم که بیشتر فقط حرف زدن شد قسمت اول. و میریم حالا سراغ نگه داشتن ساز و پوزیشن دست راست و پوزیشن دست چپ، حالت دست راست روی ساز و دست چپ روی ساز به چه صورت باید باشه. خب برای نگه داشتن ساز و اینکه ساز سر نخوره یا تغییر جا نده توی در حال نوازندگی، دو سه سبک مختلف برای نگه داشتن ساز هست. سبک اول که کلاسیکی و خیلی قدیمیه و خیلی از اساتید اگه دیده باشید استفاده میکنن اینه که پایی که قرار ساز روش قرار بگیره روی پای دیگه قرار میدن. اینم به این دلیل هست که یه مقدار فلکشن بیشتر ایجاد میکنه و باعث میشه که کنترل روی ساز بیشتر باشه و ساز سر نخوره یا پوزیشن بدن تغییر نکنه موقع نوازندگی و کلا سختی نوازندگی کم بشه. سختی این که بدن تو حالت‌های مختلف قرار بگیره موقع زدن. و این یه سبک است. یه سری افراد مثل من براشون سخته یا پاهاشون مشکل داره یا دوستان دارن از این سبک استفاده کنن، کار دیگه که میکنن اینه که یه چیزی زیر اون پایی که قراره سازو نگه داره میذارن که باز پا یه مقدار بالا بیاد که سازو بتونن بهتر نگه دارن. که این سبکی است که خود من استفاده میکنم و به نظرم سبک خوب و راحتیه. یه کار دیگه هم که خیلی شاید دیدی خیلی از نوازنده بدونن که اصلا هیچ چیزی استفاده کنن، خیلی راحت دو تا پا توی یه زاویه یه حالت هست و نوازن. اگر راحت هستین و مطمئن هستین که ساز امکان سر خوردنش و پیچش بدن کمرتون مشکلی ایجاد نمیشه براش، اگر راحتید با اون سبک و روش از همون روش استفاده کنید. خب حالا اگر بریم سراغ دست راست بعد از اینکه ساز رو نگه داشتیم با بدنمون، بریم سراغ دست راست که چه جور روی ساز قرار میگیره. به این صورتی که ابتدا فکر کنید کف دست رو روی ساز به صورت کامل میذارید، بعد کم کم مثل چنگ گرفتن دست رو روی ساز خم میکنید و مثل چنگ گرفتن جمع میشه و در اینجا این دو تا انگشت، انگشت وسط و انگشت اشاره، از روی ساز برداشته میشه. خب یه چیزی رو این وسط توضیح بدم سریع که باید همه انگشت ناخوناش گرفته بشه به خاطر اینکه ممکنه به ساز ضربه بزنه ناخون و یا اینکه اصلا نگه داشتن ساز خیلی سخت میشه با ناخونای بلند و نمیتونی خوب نگه دارید سازو، مخصوصا اگه ضربات قوی تر بخواید روی ساز بزنید یا سریعتر اجرا کنید ممکنه به ساز ضربه بزنید، خط بندازید روی ساز یا اینکه اصلا نتونید خوب ساز رو نگه دارید. بنابراین بهتره که ناخونا گرفته بشه بجز اون انگشتی که قراره با اون ضربه زده بشه که معمولا انگشت اشاره هست. من دیدم نوازندگانی که با انگشت وسطشون ضربه میزنن که خیلی هم جالبه، ولی فکر کنم یه درصد خیلی خیلی کمی هستن از نوازندگان. بنابراین انگشت اشاره که انگشتی است که شما قرار باشه نوازندگی کنید معمولا بیشتر اوقات باید ناخنش بلند باشه، نه خیلی بلند، ولی بقیه انگشت ها باید ناخنش کاملا گرفته بشه. خب پس یه بار دیگه جمع کردن دست به صورت مثل چنگ گرفتن، یه جوری که یه انحنای قوسی شکلی می‌بینید الان بین دست من و ساز تشکیل شده، یه مثل یه کمان و ساز رو اینجوری نگه داشتم. بعضی ها دیدید شستشون فقط گوشه شست روی سازه یا کل شست روی سازه که اون به خاطر تکنیک متفاوتی هست که میخواد اجرا بشه قصد اجراشو دارن، یا اینکه اصلا عادت کردن که به این صورت ساز رو نگه دارن، که اونم به مرور خودتون با تجربه و نوازندگی بیشتر خودتون متوجه میشه که تو چه حالتی چجوری باید شست قرار بگیره. در حال حاضر شست رو تکه میدید به اضافه انگشتار رو، انگشت آخر، انگشت کوچیک و انگشت انگشتری رو تکه میدید روی ساز برای نگه داشتن بهتر ساز. حالا میریم سراغ دست چپ. دست چپ اگه فرض کنید اینجا به جای من یه دیوار هست و یه خط صاف هست، بهتره که ساز همیشه نه خیلی بیش از حد بیرون این دیوار یا بیش از حد به داخل باشه، چون برای کمر ضرر داره و همینطور نوازندگی خیلی سخت میشه وقتی حالت های مختلف داره، دست بیش از حد به جلو یا به عقب میره. بنابراین اگر این دیواره یه مقدار دست من از دیوار فرض کنید فاصله گرفته، ولی بدن من توی خط دیوار هست، بعد برای این حالت دست همیشه بهتره که دست بیشتر به سمت بالا باشه، نباید تو خط صاف باشه، بهتره که به سمت بالا بره برای راحتی بیشتر موقع نوازندگی.
و اگر دست رو به حالت 90 درجه در نظر بگیرید، یه خورده بالاتر از 90 درجه و کمی به سمت بیرون رفته دست من. و یه چیز خیلی مهم که اوایل مخصوصا به مشکل میخورید و همه از این کار میکنن که باید ازش پرهیز کنن، اینه که کف دستشون همیشه میخوره به زیر ساز، یعنی اینجوری سازو گرفتن موقع نوازنده، که این بدترین حالتیه که میشه ضربه زد. باید همیشه تا جایی که راه داره از چسبوندن کف دست به ساز پرهیز کنید. و تنها کاری که میکنید بند اول یا انتهای انگشت، یک کدوم از این دوتا زیر ساز قرار میده، بهتره که بند اول باشه. بند اول میره زیر ساز، یعنی به این صورت دست من از زاویه 90 درجه خور بیشتر، بند اول ساز افتاده روش. خب حالا بعد برای نوازندگی بعدا خم کردن انگشتا و چگونگی حالتش هم براتون توضیح میدم. فقط اینو بگم که اگر به این حالت گرفته بودم سازو، انگشت من اگه دقت کنید اصلا جلو نمیره و صدا خیلی بد به گوش میرسه، به اصطلاح گز زدن زیاد میشه. ولی اگه شستم و اگر کف دستم رو جدا کنم از ساز، هم انگشتم فاصله بیشتری میتونه طی کنه و پرده‌های دورتری رو بگیره، هم صدای واضح‌تری رو میشنوم. و یه چیز دیگه هم که مهمه، خیلی مهم نیست که شستتون حتما صاف باشه، اگر هم خم باشه ولی درست اجرا کنین ایرادی نداره، ولی معمولا با شست صاف قدرت انگشتا بیشتره و ضربات محکمتر و بهتری میتونید اگر تعامل کنید با انگشت اشارتون، و گز زدن کمتر میشه وقتی شستتون صاف است. و شست هم بیش از حد نه بالا میره نه خیلی بیش از حد پایین، تقریبا اینجاها قرار میگیره. خب حالا اگر بخوام بریم سراغ ضربات، نوع ضربات و چگونگی ضربات راست و چپ، ریز و خیلی چیزها، اینا چیزهایی هست که میتونم من براتون توضیح بدم تا حدودی، ولی بهتره که در آینده انشالله کسی باشه که بیشتر براتون توضیح بده. دوباره یه فلش بک بزنیم بریم سراغ یه مقدار تئوری موسیقی. ما ریتم‌های مختلف داریم برای زدن آهنگ‌های مختلف که به اصطلاح میگن 2 4 3 4 6 و 8 3 8، معمولا این ریتم‌های مختلف هست که اون حالت‌های مختلف هست در نوازندگی که قشنگش می‌کنه که همش توی یه ریتم و توی یه سبک و توی یه حالت نوازندگی ما جلو نره و خسته کننده نباشه. و اینا چیزایی هست که باید خودتون در آینده انشالله کم کم که جلو می‌رید یاد می‌گیرید. و برای حفظ ضربات همیشه از ضرب پا، یعنی با پا زدن، خیلی بهتر میتونید درک کنید که اینا رو، حالا ایشالا اینا رو توی کلیپ های برای توضیح میدم. موسیقی ایرانی کلن قبلا معروف بود به مقام و میگفتم مقام ها، که الان اسمش عوض شده و شده دستگاه ها و آواز و گوشه، شامل اینا شده که موسیقی ایرانی شامل 7 دستگاه و 5 آواز هست که معمولا تو اکثر کتاب‌ها با دستگاه ماهور شروع میکنن، که حالا توضیح میدن دستگاه ماهور چیه و دستگاه دیگه. فقط در این حد بدونید که 7 دستگاه داریم و 5 آواز و تعداد زیادی گوشه، که هر کدوم بیانگر یه حالت تو موسیقیه و یه حرفی برای خودش داره برای گفتن. خب حالا میریم سراغ دست راست و چپمون، میدونیم که چجوری ساز رو تو بدن داشته باشیم و چجوری نوازندگی شروع کنیم. حالا ضربه اول ضربه راست هست که تو کتاب به شکل 8 دیده میشه، مثل یه 8 فارسی شما میبینید کشیده شده روی نوت یا پایین صفحه به عنوان توضیح، که این علامت به معنی مضراب راست هست، یعنی از پایین به سمت بالا ضربه میزنید. که باید اینو حواستون باشه که معمولا مخصوصا برای شروع همیشه از بند دوم ضربه میزنید، یعنی انگشت از بند دوم خم میشه، که بعدا برای ریزهای خیلی ریز و سریع ممکنه حتی بند اولتون هم خیلی شدید خم کنه، که در اول خیلی اشتباهه که بخواید از مثل کندن با از بند اول شروع کنیم به نوازندگی. پس بنابراین تکه داده شده دستم به ساز و از بند دوم ضربه میزنم به سیم دو، سیم اول، و میتونم از ضربه پا استفاده کنم. شد ضربه راست، مضراب راست. مضراب چپ که به شکل یه 7 دیده میشه، فکر میکنم دیدید توی کتاب، برعکسشه، یعنی از بالا به پایین. دوباره از همون بند دوم به سمت پایین ضربه میزنیم. خب حالا به عنوان شروع، من چون گفتم دستگاه ماهور،
پرده مختلف، هر کدوم صدای مختلفی هست و همطور که یادتون باشه گفتم هفت نوت موسیقی دو ره می فا سول لا سی هست.